درود بر شما، با 180 ثانیه جمعه 5 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه 5 اردیبهشت تازه ترین آمار رسمی مرگ و ابتلا به کرونا را اعلام کرد و بر اساس آن در 24 ساعت گذشته 93 نفر جان باخته و 1168 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب شمار کل فوت شدگان به 5574 و مبتلایان به 88194 نفر رسید. به نقل از منابع خبری تعداد غیر رسمی جان باختگان نیز بیش از 12000 نفر در ایران ذکر شده است. وزارت خارجه بریتانیا از اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست ممنوعیت سازمان ملل را رعایت کند. آمریکا، فرانسه و آلمان نیز این اقدام را محکوم کردند. چند روز پس از انتشار گزارش عفو بین الملل درباره شمار بالای اعدام‌ها در ایران، منابع حقوق بشری از اجرای حکم اعدام 2 نفر دیگر در زندان سنندج و 1 تن در زندان زاهدان خبر دادند. شورای امنیت ملی آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به بحران کرونا نوشته: در حالی که مردم از کووید 19 در رنج هستند و میمیرند، حکومت ایران از هدر دادن منابع و پول احساس سربلندی میکند. هیچ کس نباید برای حکومت ایران احساس تأسف کند. ایران نباید اجازه داشته باشد به توسعه موشک های بالستیک قاره پیما بپردازد و به همین دلیل است که این حکومت تحت تحریم است. نماینده ارومیه در مجلس گفته روند شیوع بیماری کرونا در استان آذربایجان غربی رو به افزایش است. علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس نیز گفته تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در این استان به دلیل پراکندگی جمعیت محدود بود، اما پس از اینکه دولت مجوز شروع به کار و فعالیت را داد، این آمار سیر صعودی پیدا کرده که باعث نگرانی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است بازگشایی و فعالیت اماکن مذهبی و مساجد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از دغدغه‌های مهم دولت و ستاد مقابله با کرونا است. او با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان گفته از وزیر بهداشت خواسته تا با بررسی‌های لازم گزارشی در زمینه چگونگی و زمان بازگشایی اماکن مذهبی و مساجد ارائه کند.